یوتیوب حالتون چطوره؟ اسم من یاسینه و اینجا چنل وی اسلنده. خیلی خوشحالم که ویدیو ما رو واسه دیدن باز کردین. پس بریم که بقیه‌اش رو داشته باشین. خب گایز، لطفاً سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره که باعث دلگرمی ما میشه. ویدیو امروزمون راجع به دو تا از جذاب‌ترین و دخترکش‌ترین مجری‌های ایرانیه. این دو نفر کسی نیستن جز احسان علی خانی و علی ضیا. اول با احسان علی خانی شروع میکنیم. 39 ساله است و توی تهران به دنیا اومده. فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی هست و نخستین بار در برنامه پسرهای ایرونی به عنوان مجری جلوی دوربین رفت و پس از اجرای برنامه جزرومت با برنامه ماه عسل به شهرت رسید. احسان علی خانی همکنون به عنوان تهیه کننده و کارگردان عصر جدید و ریالیتی شوی جوکر به فعالیت خودش ادامه میده. اما برسیم به علی ضیا. 36 ساله است و توی کاشان به دنیا اومده. سال 84 به تهران اومد و از 19 سالگی به طور اتفاقی وارد رادیو شد. 5 سال تو رادیو به فعالیت خودش ادامه داد و پس از اون به دعوت علی زاهدی وارد تلویزیون شد و اجرای برنامه شروع خوب رو به عهده گرفت. او کودکی خودش رو تو کاشان گذرونده و فارغ التحصیل مکانیک طراحی جامدار از کاشان هست. هم احسان علی خانی هم علی ضیا هر دو تجربه بازیگری هم دارن. احسان علی خانی در سریال پرونده های مجهول به کارگردانی جمال شورجه هم بازیگری کرده و هم دستیار کارگردان بوده. علی ضیا هم به عنوان بازیگر مهمان در سریال دفترخانه شماره 13 و نیز چند قسمت در سریال رابطه حضور داشته. احسان علی خانی و علی ضیا هر دو به عنوان یکی از سه مجری برتر 20 سال اخیر شبکه 3 انتخاب شدن و شهرت و محبوبیت بالایی در میان مردم دارند. این دو برنامه‌های موفقی رو مجری‌گری کردند. در تیر ماه سال 94 شایعاتی مطرح شد که علی خانی برای هر قسمت از برنامه ماه عسل چیزی حدود 30 میلیون دستمزد دریافت می‌کنه که این موضوع توسط وی رد شد. در یکی از قسمت‌های ماه عسل وی افسود که برای کل برنامه ماه عسل رقم 170 میلیون رو دریافت کرد. در کل میشه گفت که هر دو از مجریان خوب و درجه یک ایرانی هستند که در میون مردم محبوبیت و شهرت بالایی دارن. هرچند که احسان علی خانی نسبت به علی ضیا حواشی بیشتری داشته، ولی ساخته‌ها و نوآوری‌های علی خانی در سینمای ایران بسیار بیشتر بوده است. خب گایز، ویدیو اینجا تموم شد و باید ازتون خدافظی کنیم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله بغلش هم بزنید که با انتشار ویدیو جدید از دستش ندید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.